به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دادگر، خداوند کاردان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی نور. خوشحالم از این که با قسمت دیگر از سری برنامه های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره، هرچند که بحث کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از اون تب و تاب و التهاب های چند ماه پیش پایین تر آمده و التهاب ها کمتر شده، اما در ایران ظاهرا باز هم ما همچنان درگیر افزایش شیوع کرونا در کشور هستیم، مخصوصا با نظر مثبت دولت و نهادهای حاکمیتی برای برگزاری مراسم ایام محرم یا موارد مثل برگزاری کنکور و ما بقیه مسائل دیگری که در هفته‌های گذشته هم بسیار راجع به اونها صحبت شد. خطر و در واقع احتمال افزایش شیوع کرونا در کشور خصوصا در کلان شهرها مثل تهران، اصفهان و ما بقیه شهرها افزایش پیدا کرده، علی‌رغم هشدارهایی که کارشناسان بهداشتی و پزشکی دادن. متاسفانه ما شاهد این هستیم که فارغ از این که ما بخوایم اونها رو ارزش گذاری بکنیم، شاهد این هستیم که برخی مواردی که میتونه به کنترل شیوع کرونا در ایران منجر بشه از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی آنچنان جدی گرفته نمیشه و این مسئله عرض کردم که باعث میشه در روزهای آینده احتمالاً باز ما شاهد پیک افزایش مبتلایان و احتمالاً جان باختگان باشیم. امیدوار هستیم که این چند هفته پیش رو به خیر بگذره و این اتفاقاتی که در شرف انجام هست اینها باعث افزایش و ایجاد خطر برای جان هموطنان عزیز در ایران نشه. امروز مطابق یکشنبه های هر هفته در خدمت جناب آقای تقی رحمانی هستیم، نویسنده و پژوهشگر از پاریس که همراه من هستند در برنامه سردبیر، تا بررسی بکنیم موضوعاتی که در هفته گذشته و یا هفته های گذشته در رسانه ها مطرح شده و بیشتر و پیشتر راجع به اونها صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم جناب آقای رحمانی و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه سردبیر رو پذیرفتید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان تلویزیون نور در ایران و سراسر جهان و همچنان در این دوران سخت رحمت خداوند می طلبیم. بسیار سپاسگزارم. آقای رحمانی، چند روز گذشته خبری در فضای رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد، علی‌رغم درخواست های افکار عمومی در داخل و حتی نهادهای بین المللی در خصوص کنسل شدن و اعدام نکردن معترضین سال 96 و 98، نهایتاً یکی از این معترضین اعدام شد. خب این مسئله باعث شد که واکنش های منفی زیادی در سطح داخلی و بین المللی نسبت به این اقدام قوه قضاییه و حاکمیت ایجاد بشه. حاکمیت و نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که ما برای اجرای عدالت به هیچ در واقع اعتراض غیر در واقع واقع بینانه‌ای توجه نمی‌کنیم و فقط برای ما اجرای عدالت مهم هست، اما برخی معتقد هستند که قوه قضاییه و حاکمیت به دنبال اهدافی به جز اجرای عدالت هستند. می‌خواستم نظر شما رو بپرسم، به نظر شما چرا در این بحبوحه و در با تمام درخواست‌هایی که شد باز هم حاکمیت دست به اعدام این فرد زد؟ ببینید، در اعدام آقای صالحی، یک نکته نیست که یک نفر کشته، یعنی یک دعوای شخصی نبوده. خب اگر آقای صالحی اینو کشته باشه، روند دادرسی برای ما روشن نیست. این من از چند زاویه، اول این اعدام مسئله داره. اولا که خود ایشان اقرار نکرده از که کشته. اینا میگن ما از شواهد زمینی به این دست پیدا کردیم که این اتفاق افتاده. اگر حتی متهم اقرار بکنه که مثلا ما رو کسی کشته، در جرایم کیفری نه در جرایم دیگر، اقرار متهم اگر در دادگاه تکذیب بشود، دادگاه باید از شرایط دیگری قاضی به صحت ماجرا پی ببره.
در نظام دادرسی جمهوری اسلامی نظام دادرسی عادلانه نیست و همچنین خیلی مخفی است، بخصوص در مورد اتهامات سیاسی. و مثلا روند این پرونده مسئله جاست مثل بسیاری از پروندهای دیگر. مثال دارم میزنم، هنوز در زندان زنجان و زنجان اون بند قرنطینه است، دوربین مخفی قوه قضاییه میگه اصلا اینا کرونا نگرفتن، هنوز اون بند در قرنطینه است. و وقتی روندها شفاف نیست، و وقتی روندها شفاف نیست، سوال بیشتر به طور مطرح می شود. مسئله دوم اعتراضهای 96 است. اعتراضهای 96 به تعبیر افراد زیادی شکل‌های گوناگون داره. گاهی میگن دولت بخشی از حکومت نقش داشته در دامن زده. از این طرف میگن عوامل دیگری وارد شده. و حالا منظور من چی؟ منظور من است که این اعتراضات سیاسی با پرونده های غیر سیاسی کاملا فرق دارد. اینجا عواملی که مسئله را ایجاد میکند به عنوان علل مخففه وارد میشود و نمیشود مثل مانند حکم کیفری اختلاف دو نفر یک قتل مسئله پرداخت. ظاهرا در مسئله آقای صالحی اینا میگن یک نفر کشته. خب این مسئله دوم. مسئله سوم که مسئله مهمتره رویه قوه قضاییه یا بخش قانون مجازات اسلامی، عدم جا انداختن این قضیه است که به صورت انتقام تبدیل شده تا وسیله ببخشید یا تا وسیله برای قصاص تبدیل به انتقام شده، تا وسیله برای حیات. شکل قصاص طوری است که وسیله انتقام شده است برای حیات، چون نتوانست است اعدام حیات جامعه را به اصطلاح تضمین کند و حیات اجتماعی. مسئله مهمتر مسئله منکوب کردن سیاسی، یعنی میخوان جامعه را بترسانند با این احکام اعدام. و از این طرف که میخوان بقول معروف بگن که ما مغلوب این فضاسازی ها نمیشیم. اینجاست که به نظر من ما شاهد یک بازی منتومن فشرده باید بشیم. ما نباید عقب بشینیم فضای مجازی افکار عمومی و بخواد که اعدام باید متوقف بشود، اعدام های سیاسی باید متوقف بشود. این اعدام های سیاسی به شدت روندش مشکوکه. رئیس حکومت هم حتی اقل تا آمدن ها ظاهرا باوری که دارن بایدن این است که هر نوع اعتراض مدنی منکوب کنه. و امروز دو تا زن شوهر خبرنگار که سالها دیگه خبرنگاری نمی کنند، سال 96 در بطلا حکم گرفتن هم دادگاه خواستن، احکامی دارن اجرا کردن دوباره. این همش در راستای اون منکوب کردن جامعه است و کنترل کردن جامعه به علتی. حالا عامل چی؟ به علت ناتوانی حکومت و دولت در مدیریت و ناکارآمدی که داره. ببینید قیمت مسکن، قیمت ساخت ساز، قیمت مواد خوراکی، همه اینا به چه اثری داره؟ یک سیاست غلط منطقه‌ای یا آقای خامنه‌ای و اون دیکتاتوریش، دو در همین سیاست منطقه‌ای غلط فساد و رانت وحشتناکی که برای برخی تولید میشه و این پول عوضی که به سمت تولید بره میرود در احتکار کردن ماشین، در بالا بردن قیمت مسکن، منظورم بالا بردن قیمت طلا، یعنی مضاعف در مضاعف ناکارآمدی، ناکارآمدی هم به نارضایتی و نارضایتی هم به اعتراضات یا حالا به شکل‌های گوناگون اعتراض خیابانی و شورش و اعتراضی که حق هر ایرانی است. و بعد پاسخ به این اعتراضات یک نوع خشونت افسردگی در آبان ماه بود. این خاطر کلن اون چیزایی که پرونده سیاسی خوانده میشه و اصلا نحوه ورود مسئله با نحوه ورود یه دعوای ساده فرق دارد. و این ولی نکته ما نباید مقلوب شد. این جمهوری اسلامی و اون حکومت در حال حاضر میخواد که آقا جان کسی صداش در نیاد و ما حرف اول آخر وسط میزنیم. به نظر من باید فشار آورد تا اونجایی که امکان دارد، هر کس باید فضا ساخت در مقابل فضاسازی که اینا میکنن. این اگر مراحلی اثر نداشته باشد اثر خود چه خواهد گذاشت؟ لااقل زمزمه های یک به اصطلاح یک اعتراضی که بعدها میتواند دامنگیری بیشتری داشته باشد به اصطلاح باید با این نوع اعتراض به این حرکت ها سامان داد. اگرچه من میدونم شرایط سختیه، اگرچه توازن قوا به نفع حکومت به اصطلاح با سرکوب شکست اصلاحات و زمین زدن اصلاح طلبی شرایط و سرکوب به هم خورده، ولی یک نکته هم با نباید
فراموش کرد توازن قوا در صورت استمرار فضای عمومی خواست مردم میتواند دوباره به نفع مردم به هم بخوره. بسیار سپاسگزارم. آقای رحمانی، شما صحبت از قرنطینه زندان زنجان کردین. خب چند وقت پیش بسیاری از در واقع فعالین مدنی و تو فعالین سیاسی در داخل و خارج کشور نسبت به شرایط حال خانم محمدی و بسیار دیگر از زندانیانی که در زندان زنجان هستند و همچنین زندانیان دیگری که در خطر معرض ابتلا به کرونا هستند و خب طبیعتاً این خطر برای یک زندانی با توجه به محدودیت هایی که داره و با توجه به عدم رسیدگی های پزشکی لازم در زندان ها خب بیشتر هست. خب بسیاری اعتراض کردن، از جمله برخی از مقامات مذهبی اهل سنت مثل جناب مولوی عبدالحمید و کاک حسن امینی، اینها هم اعلام کردند که یا از حاکمیت خواستند که با دید مدارا به این مسئله نگاه بکنن و اگر لازم هست مرخصی بدن. اما خب ما میبینیم که ظاهرا حاکمیت باز هم گوش شنوایی نسبت به این توصیه ها و این درخواست ها نداشته. میخواستم نظر شما رو بپرسم که با توجه به که خب بیشتر در جریان این پرونده و این مسائل هستین، آیا اقدامات و درخواست هایی که تا الان شده تأثیری در نوع نگاه حاکمیت در ایجاد شرایط بهتر برای خانم محمدی و زندانیان دیگر داشته یا نه؟ ببینید، این فشارها در یه مقدار یه عقب نشینی های در حکومت خلاصه ایجاد میکنه. حکومت ناچار میشد به یه چیزا توجه کنند، اگرچه کامل نخواهد بود، ولی چیزی مهمتر این موضوع گیری ها بر وحدت ملی میافزاید، بر همبستگی ملی. با وجودی که حکومت ما میدانیم نه مولوی مورد توجه حکومت است، نه کاک حسن امینی، اینا تحت فشار حکومت هستند و این نوع ایران خواهی اینا در چارچوب ایران با توجه به دیدگاه های مختلف مذهبی این قابل ستایشه. مولوی و کاک حسن امینی عضو شورای ملی صلح بودن، اومدن شورای ملی صلح پیوستن. شورای ملی صلح یه چیز غیر حکومتی در سال 1985 تشکیل شد و تحت فشار وزارت اطلاعات ایران متوقف شد فعالیت. بعد نرگس محمدی جایزه حقوق بشر لوح کوروش هم با آقای منتظری کانون مدافعان حقوق بشر داد، هم با آقای مولوی عبدالحمید، یعنی به دو تا روحانی برجسته ایرانی، چون سنی اهل سنت دیگه شیعه بود، داد به خاطر مواضع آزادی خواهانشان. کاک حسن امینی رئیس هیئت سنی شورای ملی صلح بود در سال 85 که همواره ایشان تحت فشاره. این بزرگواری و درایت این افراد هستند که نگاه ایرانی و ملی دارن، ضمن باورهای مذهبی از یک طرف تحت فشار حکومت هستند، از یک طرف دیگه کنترل میکنن افرادگریهای مذهبی در منطقه خود. چنده کار ساده ای نیست و کار سختی است. متاسفانه در حکومت این چشم بینا و شنوا وجود نداره، ولی مهم این است که این بزرگواران در جامعه مدنی ایستادن و خوبیش این است که در جامعه مدنی همواره بیستن از حقوق مردم و خودشان در چارچوب منافع ایران دفاع کنن و این کار پرارزش است و حق و توجه اینا به تهران و مرکز این همبستگی بیشتر میکند. همونطور که میبینیم ما در فضای عمومی دیدگاه های مثبتی به مولوی و کاک حسن امینی و همسال هم داریم از مرکز ایران، چیزی که قبلا زیاد وجود نداشت، اصلا شناختی وجود نداشت. به خاطر این اقدامات چه اثر بذارد چه نذارد، تأثیر مهمترش اون همبستگی و توجه ملی است و اون موقع افرادی که در مرکز هستن یا که امکانات بیشتری هست، اونها به مسائل کردستان و به مسائل چی توجه میکنن و حرکت های مدنی دیگه حرکت های سراسری ایرانی خواهد بود. اینا قدم های مثبتی است، فقط نفس عملا بسیار با ارزش است. اثر در زمان میگذره با توجه توازن و با میدانیم که این دو تا بزرگوار خودشان تحت فشار هست و این فشار هم فشار کمی نیست. حکومت اینا رو دوست نداره، رفتار اینا رو دوست نداره، چون اینا مستقلتر و در این حال اگه چه آرامتر و منطقیتر چیز میکنن، چون در حاشیه به اصطلاح قدرت مناسبات ثروت هستن، ولی نوع ورودشان به مسائل یک ورود ملی و در این حال با هویت مستقل مدنی چه قابل ارزش.
بسیار سپاسگزارم. جناب رحمانی، در روز عید قربان آقای مولوی عبدالحمید در صحبت‌هایی که داشتن اشاراتی کردن به در واقع تبعیضی که نسبت به اهل سنت شده در 40 سال گذشته. از آقای مخاطب ایشون در ظاهر خطاب ایشون به رئیس جمهور حسن روحانی بود، از ایشون سوال کرد که خب چرا ما در 40 سال گذشته هیچ وقت یک اهل سنت رو در مناصب بالای حکومتی و اجرایی یا دولتی نداشتیم؟ ما در 40 سال گذشته حالا در قانون اساسی به اصلی وجود داره که اهل سنت و بقیه اقلیت ها رو محروم میکنن از اینکه کاندید بشن برای رئیس جمهوری، اما هیچ گونه قانونی وجود نداره که یک اهل سنت نتواند وزیر بشود، معاون وزیر بشود، استاندار بشود. اما خب در طول سالهای گذشته از تمامی اینها اهل سنت محروم بودند. آقای روحانی در صحبتهای قبل از انتخابات خودشون بارها اعلام کردند که ما از شایستگان استفاده میکنیم، اما ظاهرا مثل دولت شایسته در میان اهل سنت ندیده است که تا الان از اونها استفاده نکرده. آقای روحانی تاکید کرد که آقای مولوی عبدالحمید تاکید کرد که جناب روحانی، یا شما مصوب این مسئله هستین که باید پاسخگو باشین، یا احتمالاً کسانی در پشت پرده هستن که شما رو مجبور میکنن که در واقع چون این تصمیمات یا رویه‌ای داشته باشین، و از آقای روحانی خواست که این افراد یا این گروه ها رو معرفی بکنه. به نظر شما آیا واقعا در میان اهل سنت افراد شایسته‌ای وجود ندارن که در این 40 سال بتوانند در یکی از یا چند منصب اجرایی رد بالاتر مشارکت بکنند، و آیا واقعا این نوع نگاه مخصوص یا از طرف دولت هست یا گروه هایی هستند در پشت پرده که خوب دولت ها رو مجبور میکنند که چنین رویه ها و تصمیماتی رو بگیرند؟ ببینید یه چیزی هست، کسانی که الان در ایران وزیر وکیل میشن واقعا شایسته شدن، اینا رانت خودی بودن برخوردارن. در خود مرکز ایران هم در جعیس و آقان شیاز اینا خیلی آدم هایی که صاحب صلاحیتا رد میشن، بعد خودی نیستن. اهل سنت اینا خودی حساب نمی کنن، درجه خودی براش قائل نیستن، اساسا با این نگاه وارد نمیشن که شایسته ای پیدا بکنن بیارن که در اون پست مقام بیارن. از این کلمه شایسته سالاری واضحی فریبنده ای، چون آدم ها در این سلسل مراتبی صلاحیت دارن و پست دارن. 100% من اهل سنت هم این وجود داره. به هر ایرانی از نظر ما باید این حق داشته باشد به هر مقامی دست پیدا کنن. اگه جمهوری یعنی حکومت مردم به وسیله مردم به دست مردم، خب اگه جمهوری، ولی اگه جمهوری با شاخ برگ که محدودیت های ولایت فقیه و امثال هم هست، خب این تبعیض دیگه الان سلسل مراتب است برای اهل سنت بیشتر میشه با توجه به تعداد قابل توجهی که اهل سنت در اینجا هستن. این اصل مسلمه، ولی واقعیت این است که بخوام خیلی خاص وارد بشیم در این مورد خاص که آقای مولوی عبدالحمید بهش شما رئیس جمهور ولایت فقیه که به ما نمیدید، ولی چرا وزیر نمیدید؟ این برمیگرده به نفوذ برخی از روحانیون و مراجع در خود که تحت دو چیز اینا فشار آوردن به آقای روحانی و قبلا به آقای خاتمی، حتی تو هیئت رئیسه مجلس ششم اینا وقتی خواستن آقای جلالی زاده رو بکنن جزء هیئت رئیسه با فشار روبرو شدن در قوم که اهل سنت آقای جلالی زاده، و میدونید آقای جلالی زاده پدرش و خانوادهش همش با حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی تحت فشار قرار گرفت نذاشتن. ببینید این که وزیر نمیذارن و زن نمیذارن نفوذ ویست به بخشی از مراجع قومت پیش پاسخی روی این قضیه ندارن. بحث من هم اینه، این آقایان که در قوم هستن، خوشفکر هستن، سعی میکنن حکومت دینیه به طور کلی توجیه عقلانی کنن، وقتی اجزاء فقه ما رو وزیر شدن زن، قاضی شدن زن مشکل داره، چه چیزی میشه توجیه فقهی کرد؟ شما اجزاء میآیند در نهایت در اون قالب خب چنان نشان میدن، اجزا که همه مخالف همگرایی هستن. و در این مورد مشخص هم آقای مولوی هم میداند که نفوذ این افراده، ولی مسئله مهم این است که این مراجع تقلید، برخی از مراجع تقلید، و برخی هم اعتقادی ندارن و اونا مرتبط حکومت نیستن. الان مثلا آقای ثانعی زیاد این مسئله موضوع نداره، آقای ثانعی حتی مثلا آقای ثانعی میگه مسئله شراب نمیشه مجازات جایگزین گذاشت، خب
یا من باید میدونم تیفی از روحانیون قوم یا تیفی از علمای جوانتر قوم اعتقاد به این مثلا داشته باشه، روحانیون پر نفوذ و برخی از مراجع این اعتقاد داره. مسئله یه خود دولت روحانی، ببین عقب نشستن یک دولت تا چه حد در مورد خاتمی هم بود. ببین یه چیزی من قبلا هم گفتم، یه چیزی در جمهوری اسلامی هست که منافع و جریان و فرد باعث میشه و چشم میشه رو حقیقت ببنده. ما اون هنر استفار نداریم. این در سازکارهای جمهوری یک نفر میدنم یا آجا من استفا میدم با حکومت نظام هم هستم ولی سیاست نمیدنم اجرا کنم. خب مثلا یک رئیس جمهوری میاد میگه آقا این وزیر زن، این چرا وزیر زن احمدی نژاد میذاره تحمل میشه بعد استعفا میده میره ولی روحانی نمیذاره بذاره. یعنی یک جهام این خطاب مولوی به لحاظ حقوقی با روحانی درسته ولی پشت پرده خیلی وسیع تر از این حرف هاست که برای شما توضیح دادم و این حق کشیست. ببین اگر ایرانی هستیم حقوق برابر داریم، اگر نداریم پس بگیم جمهوری نیست. ببینید که این مسئله مهمتر در مورد اهل سنت، ببینید شامل هم بهایی مسلمان هر کس که ایرانی حقوق برابر داره دیگه، حقوق شهروندی داره. خب اون مردم هستن که به طرف رای میدن یا رای نمیدن، این هست تو کشورهای گوناگون هم هست. شاید یه کشور مثلا هیچ وقتی یه کشور حتی مسیحی هیچ وقتی یه پروتستان هم در رئیس جمهور بشه ولی این مانع قانونی نداره، این مانع انتقاد داره، اون رای دهنده ها رای نمیده. این شرایطی گذاشتن بقول مرد که نگفتن وزیر نمیتواند اهل سنت باشه، مثلا استاندار مثلا نمیتواند اهل سنت باشه. خب اینا فرماندارهای اهل سنت گذاشتن، خب پس میشود استاندار هم گذاشت، پس میشود وزیر هم گذاشت، اگرچه در نهایت اصلا هیچ معنی نباید باشه در پست مقام اگر جمهوری. و این یک نکته است. ولی به نظر من خطاب حقوقی آقای عبدالحمید به روحانی درسته ولی پشت صحنه این هست. از این طرف دیگه گفتم اون عدم جسارت و اون عدم هنر استعفا، یعنی این چیزی جا بیفته ها استعفا ذنب لایغفر نیست. این بین نیاز داره که طرف اون اعتماد به نفس داشته باشه. مثلا بازرگان میگه اگر من نتوانم با یکی دیدار کنم نخست وزیری من به درد جرز لای دیوار میخوره و بعد استعفا میده، این نشان میده که این هنر در این جمهوری تقویت نشد. نشان میده خب این جمهوری خیلی قید بند داشته که این قید بند خود که نشان میده. بسیار سپاسگزارم جناب رحمانی. شما در بخش اول صحبتون راجع به اعتراضات مدنی اعلام کردین. خب در حال حاضر بر اساس شواهدی که ما در چند وقت گذشته دیدیم، فضای مجازی خب یکی از پر رونق‌ترین و شاید توانمندترین بخش هایی هست که افکار عمومی میتونن از طریق این فضا در واقع مطالبات خودشون رو اعلام بکنن. کمپین هایی که در چند وقت گذشته پیگیری شد در مورد اعدام معترضین، در مورد بحث دماوند و غیره، ما شاهد این هستیم که خب به هر حال حاکمیت رو تا حد مشخصی مجبور به عقب نشینی کرد. هرچند حاکمیت در چند وقت گذشته خب به هر حال بسیار تلاش کرد که محدود بکنه، تا حدودی هم محدود کرد، مثلا اپلیکیشن های مثل تلگرام و فیسبوک و یوتیوب اینها رو فیلتر کردن، اما خب به هر حال از طریق فیلتر شکن همچنان مردم و شهروندان پیگیری میکنن این اخبار رو در این فضای مجازی. اما از طرف دیگه میبینیم با تمام این دشمن انگاری که حاکمیت و متعهدان با حاکمیت نسبت به فضا مجازی دارن، اما خودشون هم باز در میان خودشون تأکید دارن که باید از این پتانسیل استفاده بکنیم. دیروز بود یا پری روز یک هشتگی در فضای مجازی از طرف ولایت مداران منتشر شد به نام لبیک یا خامنه‌ای، که خب به هر حال گروهی هم این رو منتشر کردن. این دوگانه ای که در حاکمیت وجود داره که از طرفی یک امکان و پتانسیل رو برای جامعه منع میکنه و اون رو مضر میدونه، اما برای خودش یا در جهت منافع یا اهداف خودش اون رو مثبت میدونه و اون رو توصیه میکنه، این دوگانگی به خاطر چی هست به نظر شما؟ ببین بله، اول این دوگانگی همون فریب مکار بودنه، یعنی فریبکاری و مکاری و اینکه در یک حالت برابر بازی واگذار میکنه. این در چند انتخابات در اوج محدودیت
بازی واگذار کرد حکومت و بعد اومد بازی به هم زد، انتخابات به هم زد. خب تو خیابان مردم وقتی اومدن بازم با مغلوب شد، اومد با سرکوب چی بازی به هم زد دوباره. الان در فضای مجازی از این طرف تلگرام اینا فیلترم یا فقط اینستاگرام فیلتر نیست، ولی میاد توی توییتری که خودش فیلتر کرده ترند میذاره، به قول معروف اینا هشتگ میذاره و میگه تو جهانی سوم شده، حالا نمیدونم چقدر درسته، با لبیک یا خامنه‌ای. بس ولی یه شیوه است، میگه که من حالا فعلا به حق سکوت و وادار کردم، اصلاح طلبی که فشار کردم، مجلس گرفتم، ارگانهای دولتی حکومتی دارم، خیابان با نیروی نظامی و چیز امنیتیم، حکومت امنیتی گرفتم و حکم اجرا میکنم. اگر چه اعتراضات کارگری ادامه پیدا میکنه و اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خب تحت فشار قرار میدم که اینا با هم متصل نشن که باید بس میشن. فجای مجازی مثل مفرقی برای روحیه بخشی است، برای که خلاصه ما هنوز هستیم و با شما مخالفیم. تو اگر ما را تو از خیابان عقب نشاندید به طور کامل، الان وقت عقب نرفتیم ولی در فضای مجازی هستیم. اینم میخواد به وسیله یک تعادل نیرو که بله اگر شما هشتگتان اول میشه، هشتگ ما سوم میشه، بعد میاد اول بشه، اینم میخواد تحت پوشش قرار بده. ولی به نظر من بلازه راهبردی نگاه کنم، گفتم این که اصلش مکاری است، چون تعادلی وجود نداره. ما نمیدونیم چقدر اینا پیکن. ببین درست است یه سری پیک هستن میان به اپوزیسیون و اصولی ایران حمله میکنن، یه سری هم حکومت حمله میکنن. من این چقدر حکومت پیک داره، ما چون امکانات فوق‌العاده‌ای دارن که ما نداریم، این امکانات دیگه، این امکانات در دست ما نیست. فعالانی هم که تو مثلا تویتر فعالان میرن زندان، فراخوان میدن مثلا برای قربانیان هواپیما، میبینن دو طرف مورد هجوم قرار میگیرن و به قضایی هم بهشان زندان میده، مثلا بهار هدایت و مثلا محمودیان به هم شده. ولی اصل قضیه که دقت بکنی میبینی که این فضا، در این فضا میشود حکومت از اینجا عقب زد. تو واقعیت نیست که حالا با تمام این فیلترها که کردن اعتراض هست، حتی میدونی به بعضی ها تماس میگیرن میگن فلان تویت رو تکذیب کن، اگر تکذیب نکنی زندان میری. میبینی که چند نفری به تن دادن ولی خیلی ها تن ندادن. ببین این نشان میده که یک راستی با پول زیاد، یک سازماندهی 7-8% یک جمعیت برای مرعوب کردن کل جامعه. واقعیت این است خب وضع خوب نیست، یعنی واقعیت این است که وضع خوب نیست و توازن رو با فلان به نفع اونها به هم خورده، ولی حقیقت تر جای خودشه و این زمینه های اعتراض هم تر جای خودشه، ناکارآمدی حکومت هم تر جای خودشه. همه اینا به سلام معروف اجازه نمیده که اینا بتوانند در همون سیاستشان موفق شن. اما اینو باید دقت بکنید، برای مقابله با هر روشی باید همون راهبرد مناسب هم تدارک دید، نمیشه متوهم بود. گفتم اعدام میکنن که روزا رو خراب کنن، باید ایستاد بگی بازم اعدام نکنن و باید تکرار کرد. وقتی میان تو فضای مجازی این فضا رو در میارن، باید تو فضای مجازی وایستاد ابرام و کوشش کرد که اتفاق نیفتد و فضای مجازی مرعوب نشه. و ما میدانیم بعد این اعتراضات به خاطر زمینه که دولت اعتراضات کارگری، کارمندی، سنفی و مدنی در جامعه‌ایران رخ خواهد داد. بعد فکر کرد چجوری اینا میشد با هم مرتبط شد. حکومت در وهله اول عقب زد. وقتی عقب بره باید عقب بره. ولی منتهی این است که الان ما باید هر مرحله متناسب شرایطی که داریم و توانی که داریم بسنجیم. من میگم بازی در عرض. این یعنی شما عقبتر نرید، میدانی وایستی و از این طرف دیگه ضربات بیشتری نخوری و بعد بدانی عقب بنشانی حکومت. این واقعیت است که امکانات دارن، این امکانات دارن خرج میکنن، ولی هیچوری نیستش که بتوانن این وضعیت ادامه بدن. ما در جامعه ایران شاهد این مثل یه تو رفتن و بیرون اومدن حاکمیت هستیم و انطور ناکارآمدی اگر رو این بذارید، این باعث میشود این خلاصه یک روز یهو عقب بشینه و عقب بشینه را عواقب چه خواهد بود بحث دیگه. ولی واقعیت این است که اینا هم یک سری نیروی جنگنده همراه با پول دارن و امکانات و قوه قضاییه که این را تعقیب نمی کند. خیالشان راحت می دانن سرکوب کنن، می دانن بزنن، می دانن تو فضای مجازی دروغ بگن. مثلا آقای رئیس نیشکر هفتپه که جز کسانی بوده که حمله کرده به ستاد میرحسین موسوی توییت بکنن که میگن آقا این جز کسانی بوده است که تو ستاد آقای موسوی بوده.
یا که عکسشه، ولی خب دیگه این نمیشه خوب بهش افشا کرد. یعنی شما ببینید کسانی که احمدی نژاد دیگه توی دادگاه یا ما تو دادگاه تامین دادگاه شکایت ایران و فردا با روزنامه های جزء شاکی ها قرار میگیره، جزء رئیس جمهور ایران شد. این که این پست مقام ها رو میدن و این همشه رو میشه و این نشان میده که ناکارآمدی در این سیستم چقدر زیاده. طرف به اصطلاح یک شاکی خیابانی یا چماقدار حمله کننده میشود رئیس هیئت مدیره نیشکر مثلا هفتفه یک مقام به اصطلاح تخصصی میگیره. این همه مشکلاتی است که فضای مجازی میتواند به اصطلاح روشن کنه. من تو باید صد توقف و انتظار ما از فضای مجازی یک توقع باشد که درست باشد تا ما بتوانیم به مکانهای جلوتری هم بریم. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب رحمانی نویسنده و پژوهشگر از پاریس که همراه من بودیم. متاسفانه وقت ما به پایان رسید، همچنان سوالاتی بود که من دوست داشتم از نظر شما پرسش بکنم و نظر شما رو بدونم، اما متاسفانه به دلیل ضیق وقت و به دلیل محدود بودن وقت برنامه سردبیر اینها رو موکول میکنیم به هفته آینده انشالله. باز هم ممنونم از اینکه با من همراه بودین و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. من هم شما رو هم خودم رو همه رو به صلاح و به لطف خداوند میسپارم، منتخب لطف باید خواست و باید باش درگیر شد، باید ازش بخواد و او باید اجابت کند. اگر هر چقدر به صلاح صادقتر باشی و صادقانه تر به تو به صلاح این برخورت های ادامه پیدا خواهد کرد. این نسبت بین بنده و خدا طاعتی این بندگی خنا، اگر این بندگی تو بندگی به مفهوم بندگی انسان بعد انسان نیست، آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. من ندیدم که سگی پیش سگی خطر خم کرد. وقتی از واژه بندگی استفاده میکنیم شاید واژه بهتری بخواد بخواد بذاری. بندگی خداوند به انسان قدرت و قناع میداد که با انسانهای دیگر برابر برخورد کند. ما خداوند یک موجود مثل ما نیستش که، پس بندگی اون به من قدرت و قناعی میداد و اعتماد به نفس میداد و این اعتماد به نفس در دعا متجلی میشد. دعا پایداری شخصیت انسان ها میداد اگر دعا با خلوص نیت باشه، و اونم یک کریمی است که به قول معروف بخشنده است بی نهایت، ولی دعا و اتکاب او برای ما قناع وجود داره، قدرت وجود داره، تا قدرتی که فریبنده نیست و متاسفانه حکومت های دینی همه اینا رو مخدوش میکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم و تا برنامه آینده خدا نگهدارش.